فیلیپین. ببین آمریکا کجاها سرمایه گذاری میکنه؟ 40 میلیون دلار داده فیلیپین. آقا فیلیپین به آمریکا، بابا آقای آمریکا نمیخواد به فیلیپین اقتصاد کنه. آمریکا بوده، خیلی رابطه نزدیکی با فیلیپین داره. آره بابا اینا یعنی چی؟ خب فیلیپین نزدیک چینه؟ عجب آدم احمقیه. چین که خیلی مهمتر از برای آمریکا این کاری که مثلا چین داره میکنه توی آبای نزدیک فیلیپین برای دولت آمریکا از همه غلطایی که جمهوری اسلامی میکنه مهمتره. چین برای اساس دفاعی برای آمریکا از یک کشور کوچیکی مثل ایران خیلی کم مهمتره. خب آره کوچیکی نه بچه‌ها عصبی میشه. خب باید بگم راست، یک کشوری که امیدانا فکر میکنه میتونه کل هزینه بکنه دیگه کوچیکم که نمیشه بود. متوسط داره، نه ولی نسبت به چین خیلی چیز کوچیکیه ایران. خب من دارم میگم که از لحاظ امنیتی الان چین برای آمریکا خیلی مهمتر از جمهوری اسلامیه. خب فیلیپین هم نزدیک چینه. خب از لحاظ جزیره گیریایی هم که چین داره میخواد بکنه آمریکا نزدیک، خیلی نزدیک مثلا از همه کشورهای دیگه توی اون طرفا فیلیپین از همه نزدیکتر. حالا ویتنام هم داره نزدیک میشه البته، ولی فیلیپین کشوری بود که آمریکا از ژاپن نجاتش داد و از اون موقع تا حالا با فیلیپین یه نزدیکای رابطه نزدیک. قبل ژاپن هم فیلیپین اصلا مستعمره آمریکا بود. نه بعد از ژاپن، فکر می‌کنم بعد از نه بعد از اینکه آمریکا فیلیپینو از ژاپن نجات داد برای مدت کوتاهی مستعمره آمریکا بود. بعد فیلیپینیا اومدن رأی دادن که مستقل بشن. آمریکا هم خب می‌خوام مستقل بشه. البته خیلی هم الان از این لحاظ پشیمونن که این کار کردن، ولی خب ولی از همون موقع فیلیپین با آمریکا رابطه نزدیک داشته از لحاظ ارتشی و خیلی هم به نفع آمریکا شده، برای اینکه اونجا خیلی آمریکا خیلی مدت خیلی اونجا دوست داشت، جایی هم که بود که چین اومد می‌خواست از لحاظ تجاری اینکه آمریکا بتونه کشتیاش از اون آبا رد بکنه خیلی از لحاظ تجاری برای آمریکا مهمه. برای همین دوست داشتن نزدیک بودن به یک کشور مثل فیلیپین خیلی از لحاظ استراتژیکلی برای یک کشور مثل آمریکا مهمه. این کاملا منطقیه که آمریکا با فیلیپین بخواد رابطه نزدیک داشته باشه. 2 میلیون خورده هوملس داری، به این هوملسا اقتصاد بده سوله بزن شبا برن یه جا بخوابن. خیلی عین حرف دهمقان است. خب اگه ببین تو پول ببین تو اگه میخوای مردمت مثلا هوملس باشه مثلا کارتون خوابن، بهترین راه این نیست که بری بهشون پول بدی که برن خونه. این فقط یه ماه کار میکنه بعد دیگه پول تموم میشه. اتفاقا باید بری به فیلیپین پول بدی که این راه تجاری رو بتونی باز نگهداری، که تجارت کشورت باز بشه، که کار تو کشورت زیاد بشه. اتفاقا اگه میخوای مردم کارتون خواب کمتر، اگه بخوای مردم کارتون خواب کمتر بشن همین کارا رو باید بکنی. اتفاقا این حرف داشت پول، اگه بخوای بری پول برداری بری به مردم کارتون خواب پول بدی که اینا رو خونه دار بکنی، این 2-3 ماه بود پول تموم میشه دیگه. بعد از 2-3 ماه میخوای چیکار کنی؟ نه البته من مخالفم باهات اینجا. اتفاقا میدونم خبرم که آمریکا خیلی میتونه بیشتر از این که الان میکنه سرمایه گذاری کنه روی مثلا هوملسا. نه من آره من ولی من خب من اصلا کپیتالیست هم این مقداره، برای همین فکر کنم این که بیاد براشون اشتغال زایی کنه یا اینکه مشکلاتشون حل. چون خیلی از اینا آدمایی هستن که مثلا مشکل روانی و اینا دارن نمیتونن کار کنن. ببینید چی میگم، بحث فقط این نیست که مثلا تنبل باشن یا کار نباشه. من اینکه... هم چرت نزن. نه من میگم من نه ببین من نگفتم تنبل نیستم، من میگم اگه کار بشه اینا کار میکنن. یه راهی هم که میتونی کار پیدا کنی برای مردم آمریکا اینه که از تجاری مطمئن بشی که مثلا چین نیاد راه تجاریتو ببند. اگه چین بتونه بیاد راه تجاریتو ببنده مردم کارتون خوابت بیشتر میشه. البته من یه چیزم بگم ببین این 2.5 میلیونی که میگن هوملس مترادف کارتون خواب نیست. معنی کارتون خواب نمیده لزوما. هوملس هر کسیه که خونه نداشته باشه، یعنی خونه اجاره نکنه یا خونه به نام خودش نباشه. یعنی کسی که تو هتل زندگی میکنه اونم هوملسه. کسی که توی ماشینش زندگی میکنه حتی اگه مثلا ماشین بزرگی هم باشه اونم هوملس محسوب میشه. یعنی لزوما این نیست که تو خیابون بخوابن. خیلی‌هاشون اصلا کار دارن، تو شهرهای بزرگ آمریکا کار میکنن، فول تایم هم کار میکنن، ولی نمیتونن خونه اجاره کنن، میرن تو ماشینشون بخوابن یا تو هتل مثلا موتل‌های ارزون بخوابن. یعنی لزوما اینجوری نیست که اینا مثلا 2.5 میلیون نفر آدم تو خیابونای آمریکا ولو باشه. این آمار
نه ببین از اقتصادی میخوام مقایسه کنیم ایران رو با آمریکا، این همش میاد عکس میذاره مردم تو کانادا و تو آمریکا که مثلا کارو خوابه، با این عکس و داستان و اینا شما هیچ وقت چیزی نمیفهمید. شما باید بیاین آمار رو نگاه کنین، از لحاظ اقتصادی از لحاظ وضع مالی مردم ایران واقعا شدت فقرشون بیشتر از مردم آمریکا کانادا، و خیلی خنده داره که چیز کسی مثل امید دانا اصلا میخواد بیا ادعا بکنه که آ نگاه کنین عکس مردم کارتون خواب تو ونکوور برای همین کانادا هم بده. آره جون خودت، کانادا نسبت به آمریکا کجاش، کانادا نسبت به مردم ایران واقعا وضع فکر کنین مردمش بدتره، اصلا هم نزدیک نیست. مردم ایران واقعا از لحاظ فقر وضعشون بدتر از کانادا و آمریکا است. اگه بخوای عکس بخوای بیاد بگیری با عکس بیا فیلم اینا بخوای بیا نشون بده که نگاه کن مردم کارتون خواب اینجا هستن، خب هر جای دنیا میتونین کارو کنین. برای همین باید با آمار باید نگاه کنین. خیلی جالبه، رفته تو ونکوور، خب تو ونکوور رفته بدترین جای ونکوور داره فیلم میگیره که مردم کارتون خواب هستن، یکی از جاهایی که اصلا تو تمام آمریکای شمالی معروفه که بدترین جای کانادا است به خاطر مردم کارتون خوابش، رفته به همه دنیا میگه این بهترین جای ونکووره، بدترین جای ونکوور رو رفته تو فیلم میگرفته میگه این بهترین جای ونکوور، نگاه کنین که چقدر افتضاحه. یعنی انقدر واضح دروغ میگه، حتی انقدر واضح دروغ میگه حتی تو ونکوور هم طرفدار داره. من بهشون میگم تو ونکوور به مردم میگم بابا نگاه کن داره ایست هیستینگ رو داره نشون میده، میگه اینجا با مرکز شهر ایست هیستینگ رو که همه میدونن چقدر افتضاحه داره میگه این بهترین جای ونکووره، داره به مرد به هم انقدر واضح داره دروغ میگه به همه بیننده هاشون، و شما هم که تو ونکوور هستین میدونین که ایست هیستینگ بدترین جای ونکووره و این داره میگه این بهترین بدترین جا رو داره میگه بهترینه، ولی هر روز هم این داریم از این آدم دفاع میکنیم. بگو ببین چرا. ببین آخه اینا مثلا میره تو شهر، شهرهای بزرگ آخه همیشه مرکز شهر جایی که هوملس‌ها زیاد هستن، مرکز شهر هم جایی که ساختمان‌های بلند وجود داره و برج‌ها و اینا بلند مرتبه سازی همشون تو مرکز شهر. بعد این خب نگاه میکنه فکر میکنه اینجایی که برج‌ها زیادن لابد مثلا جای خوب شهره دیگه، اون که یه طبقه دو طبقه اونجا مثلا جای خوبی نیستن، این اینجایی که 50 طبقه ساختن اونها مثلا جای خوبیه. ایست هیستینگ ونکوور یه جاییه که تمام هوملس های تمام مردم کارتون خواب ونکوور رو جمع کردن انداختن اونجا. خب مرکز شهره؟ نه بغل دقیقا بیرون دقیقا بغل داونتاون جاییه که از همه چیزای اصلی داونتاون جداست. خب یعنی تو داونتاون ونکوور یکی از قشنگترین داونتاون های دنیا است، انقدر زیباست انقدر قشنگه. خب اتفاقا منم ببین من اتفاقا جایی بود ایست هیستینگ ونکوور جایی بود که ما البته نشونتون میدم ما رفتیم پول جمع کردیم، البته پول جمع نکردیم بیشتر پول خودم بود، ما رفتیم بیا نشونه بدم الان ما تو ونکوور رفتیم به اینا برشون غذا و اینا گرفتیم برای که نشون بدیم که بی خدایان انقدرم که شما فکر میکنیم بد نیستن. خب من اینو کجا پیدا کنم؟ آها اینها، این عکس ماست توی ایست هیستینگ ونکوور. ما خودم چیز نکردم، من خودم رو نگذاشتم توی این عکس ها، فقط بی خدایان ونکوور رو برداشتیم که بریم مثلا لباس و اینا بدم به چیزای هوملس های توی ایست هیستینگ. خب که من نشون بدم که بی خدایانم مثلا چیز دارن اتیکس و اخلاق، یعنی خوب میتونن آدم های خوبی باشن. یعنی بی خدایی معنیش نیست که ما برامون آدم های دیگه مهم نیستن اینا. خب اینو ما این ایست هیستینگ ونکوور، خب ما اینو این چی که بود این 2012 بود ما این کار کردیم، جمهوری بی خدایان انگلیسی این کار کرد. خب و این چیزه این بغل هست بقیه در مثلا تو برو تو داونتاون ونکوور برو هر جاش هستم بخواه بری نگاه کنی. خب اصلا ونکوور خیلی زیباست، برو کپیلان بریج، برو اصلا لاینز گیت رو نگاه کن انقدر زیباه، نورت ونکوور، بریتیش پراپرتیز، گستان توی تو همون داونتاون، تو از ایست هیستینگ برو گستان انقدر زیباست انقدر قشنگه. تو فقط همون ایست هیستینگ که دقیقا بغل داونتاونه بدترین جاییه که همه اصلا میدونن نرن، تنها کسایی که میرن اونجا کسایی هن که یا میخوان برن به اونجا زندگی دارن میکنن یا کسایی هن که میخوان برن کمک کنن به این آدم بدبخت اونجا. رفته اونجا با ماشین داره فیلم میگیره، با زنش داره فیلم میگیره، به همه میگه که نگاه کنین این بهترین جای ونکووره، به مرد مثلا میگه مردم ایران بگی من اینجا ونکوورم دارم نشونتون میدم که چقدر همه ونکوور بده.
هیچ جای دیگه ونکوور به اون بدی ایستیسینگ نیست که این داره نشون میده که میگه همونه که همه این آمریکایی ها کانادایی ها انگلیسی اینا همه صف بستن ریختن دارن میرن ایران و اینا که از زندگی چی میگن از زندگی بد غربی رها بشن و به آزادی و رفاه و اینا برسن. دلیلش هم این همه پناهنده آمریکایی ما داریم تو ایران، این همه مهاجر آمریکایی و کانادایی داریم تو ایران، به خاطر همینه که بدبخت و بیچاره تو ایستیستینگ و اینا. دلیلش همینه. مردم آمریکا به ویژه شرق آمریکا که خیلی سرده، در نیویورک و واشنگتن اینا شبا تو خیابون میخوابن، ولی 40 میلیون دلار، 40 میلیون دلار. قاسم سلیمانی چقدر داد؟ 22 میلیون دلار. ولی آقای آمریکا 40 میلیون دلار داره واسه فیلیپین، اونم انا بحثای حقوق بشری ها، بابت تقویت نیروی نظامی فیلیپین، پینیکیوهای کشورمون. یعنی واقعا شماها فقط لایق تحقیر شدنید. یعنی من چندشم میشه از ایرانیه به من گفتم بهتون امروز مخالفین جمهوری اسلامی نه تنها ایران ستیزن، به قایت پینیکیو و احمق و ابلهن، به قایت. بابا نگاه کن دیگه اخباره از آبهای ساحلیش خبر. همین اخبار اگه یه چیزی میگفت که اینا خوشش نمیومد، میگفت اینا چیزن، صهیونیستی اونجا چیزن. اینا اخبار هرچی بگه که خوشش میاد میگه درسته، هرچی خوشش نمیاد میگه دروغه. خیلی همین پیام دارن راسته واقعا قاسم سلیمانی 22 میلیون دلار داره، نه دروغه، بیشتر از این حرفا واقعا شاهکار قاسم سلیمانیه. شوخی گرفتید امنیتتون رو؟ مثل اینکه ببین تویی که تو اینان راست راست راه میری فوش میدی به جمهوری اسلامی، امنیتتو اینجوری ما تامین کردیم، امنیتتو قاسم سلیمانی اینگونه تامین کرده. شما امنیت فخری زاده هم نتونستین تامین کنین، چجوری امنیت مردم ایران رو خواهین تامین کنین؟ بزرگترین آدماتون امنیتشون رو نمیتونین تامین کنین. نفهم آخه آدم قاطی میکنه، یعنی این واقعا نیازی نبود من برنامه بسازم. ولی ببین خانم علی‌نژاد مردم ایران چقدر درست هم داره فرض میکنه، بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که مخاطب ایرانه، چقدر ابله فرض میکنه و درست فرض میکنه. کارت درسته خانم علی‌نژاد. چقدر امیدپور فکر کنم میگفت که مثلا اینکه شما صبح وقتی از کنار در رد میشی انگشت کوچیکت به مثلا گوشی در اصابت نمیکنه، درد نمیگیرن، به خاطر همین 22 میلیون دلاریه که قاسم سلیمانی به دهم استاده، وگرنه که صبح به صبح باید اگوش پا درد میگرد. چه ربط در امرتی که یعنی چی آخه امنیتتون چی کار کرده؟ حماس چه ربطی به امنیت داره؟ من نمیفهمم آقا. آره ببین من این کار که ترامپ کرد رو از این کار ترامپ دفاع میکنم. من خیلی از کار ترامپ بدم میاد، ولی این قاسم سلیمانی رو زدن و یک کار خیلی عالی بود. هم فخری زاده زدن کار عالی بود، هم قاسم سلیمانی رو زدن کار عالی بود. من ولی موافق نبودم، خیلی کار خطرناکی بود. ممکن بود که یه جنگ خیلی بدی شروع بشه. نه. نظرم خیلی احمقانه. خب اینو من با تو اختلاف نظر دارم. خیلی واقعا افتضاح میشد اگه ایران اون کاری رو کرد با سفارت آمریکا توی بغداد، ایران بتونه بیاد اینجوری آتیش بزنه و درش رو حمله کنه و اینا، آمریکا جواب نده. بخاطر اینکه آمریکا جواب داده بود دیگه به اصحاب اهل حرف. نه اون قبلش بود، اون قبلش 25 نفر رو کشت آمریکا. اون قبلش یه نفر، نه اون یه نفر رو کشتن، اونا یه نفر که کانترکتور رو کشتن. اجازه بده اون قبلش بود. نه من ریویو کردم، قبلش نبود. آمریکا زد 25 نفر رو کشت، اصحاب اهل حق بود، نمیدونم کتایب حزب الله بود چی بود، یکی از این گروه ها رو زد 25 نفرشون رو کشت. بعد یه هفته بعدش اینو تو دسامبر زد، اواخر دسامبر زد، کریسمس زد. خب بعد یه هفته بعدش دوباره بعد توی سوم ژانویه دوباره زد ابو مهندس مهدی و قاسم. یعنی دوباره انتقام گرفت آمریکا سر نه یکی، اون انتقام سر اون کانترکتور آمریکایی بود، اون کتایب حزب الله رو زد، انتقام سر سفارت نبود. اون کتایب حزب الله رو که بمبارون کرد، انتقام سر اون کانترکتور آمریکایی بود که کشته شد. بلکه کتایب حزب الله رو زد و این گروه‌های نیابتی ایران اومد حمله کرد به سفارت، این انتقام خودش رو لازم داشت و این انتقام خیلی بزرگتری لازم داشت، برای که به خاک آمریکا حمله شد. سفارت آمریکا خاک آمریکاست، گروه‌های ایرانی به خاک آمریکا تو عراق حمله کردن و تا آمریکا هم تازه به نظر من خیلی جواب خیلی خوبی هم داد، برای که حتی به خاک ایران هم حمله نکرد، قاسم سلیمانی رو خارج از خاک ایران زد. یعنی واقعا به نظر من جواب خیلی عالی بود، نه خیلی
نه اومد حمله کرد به خاک ایران، یه چیزی بود که مثلا ممکن بود جنگ بشه، یعنی نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم، هم هزینه خیلی گنده بود برای ایران، هم چیزی نبود که باعث جنگ تمام عیار بشه. خیلی عالی بود، خیلی حرکت خطرناکی بود دیگه، ممکن بود جنگ اتفاق بیفته. اینکه نه اما اصلا فکر نه، این که اصلا نگاه کن جواب ایران رو نگاه کن، حتی یه دونه سرباز آمریکایی رو هم نذاره، یعنی واقعا امکان من فکر نکنم امکان جنگ داشت، یعنی اینا امکان، یعنی ایران اصلا نه اراده‌اش رو داره نه ارزش رو داره نه جرأتش رو داره که الان حتی ببین اینا دیدن که جمهوری اسلامی حتی سربازای کوچیک آمریکا رو هم نمیزنه، خب یعنی سربازای عادیشون هم نمیزنه، اینا دیده محاسبه کردن که میتونن این کارا رو بکنن، یعنی اصلا جمهوری اسلامی اصلا تو جاش نیست که الان این کارا رو بکنن. یه سوال اگه بگو، یه سوال، اگه اینجوریه پس چرا ترامپ جواب نداد به حمله به پایگاه عین الاسد؟ ها نه برای اینکه دیگه دقیقاً ببین خیلی حرف زده بودن جواب نداد بهش، برای اینکه اصلا یه دونه آمریکایی هم کشته نشد، برای اینکه به ترامپ نمیتونست یه جوری بزنه که هیچ، همونجوری که سوریه نه برای اینکه نشون، برای اینکه ایران، برای اینکه اون پرچم تسلیم بود، اون پرچم، بذار من حرف بزنم جوابتو بدم بگه اجازه بده، اون اینکه جمهوری اسلامی به آمریکا گفتش که تماس گرفت که سربازاتونو بردارید ما بزنیم اینجا رو، خب این یه پرچم تسلیم بود، گفتم بابا جون شما بزرگترین آدم ما رو زدین، اتفاق اینطوری نیفتاد، این پرچم تسلیم جمهوری اسلامی بود، گفتم بابا ما حتی نگاه کنین ما فقط داریم یه مش ساختمونتون رو می‌زنین، دیگه غلط کردیم شما دیگه ادامه ندید. ترامپ هم اومد خیلی خیلی واقعا برای ببین من ترامپ از خیلی کاراش علیه شما، ولی اون موقع واقعا موقع خوبی برای که ترامپ که بیاد نشون بده که پیروز یعنی برای چی دیگه بیشترش بکنه، بزرگترین آدمشو زدیم اینا هیچ کاری نکردن، یه مش ساختمون رو موشک زدن، خب یعنی خیلی بگه بهتر از این پیروزی چی نشون بدم، یعنی وقتی که پیروزی از گیم بیا بیرون دیگه، وقتی که اومدی یه بزرگترین آدمشو زدی اونا هم جوابشون این بود که یه مش ساختمون رو بزنن، دیگه ادامه نده دیگه، خیلی راحت نشون میدی که تو پیروز شدی، چرا ادامه بده؟